أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. بسلام درود بپایان بر روان خاتم الانبیا محمد مصطفی فرزندان معصوم اون حضرت، یاران با وفا و صمیمیش، سلام و درود خدا محضر شما خوبان و عزیزان مستحضر در سنگر محراب و عبادت و بندگی. ابتداعا خودم را و سپس شما صالحان و مؤمنین و مؤمنات را توصیه به تقوای الهی می کنم. امیدوارم بتوانیم در سایه لطف اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با کاروان صالحین، با کاروان متقین همسفر شویم و راه پر فراز و نشیب و خطرناک این دنیا را بتوانیم با بصیرت اهل تقوا و بینایی تقوا به سرمنزل مقصود برسانیم. با اینکه در فرهنگ اسلام تأکید شده است عبادت ها نوعاً پر از بیرون و دور از جنجال‌های رسانه‌ای برگزار شود، نوعاً باید عبادت‌ها مخفیانه صورت بگیره. اگر می‌خواهی نماز بخوانی، باید به گونه مخفیانه نماز بخوانی که هیچ رنگ و بوی شائبه ریا و تظاهر در او دیده نشود. صدقات، عبادات فردی، عبادت های اجتماعی خیلی زیاد تأکید شده. اگر روزه میخوانی گریه میکنی، بخصوص گریه های دل شب، ناله هایی که بعد از نماز شب در قنوت نماز شب بلند میشه، خدا رحمت کنه استاد ما را. اتاق بنده نزدیک اتاق ایشان بود، گاهن صدای خفیفی را متوجه می شدم. چند شب پیاپی جوان بودم، جستجو کردم چیه این صدا. شبی رفتم پشت دری استادم، دیدم تقریبا یک ساعت فقط این ذکر را می گفت، یا غیاث المستغیثی، فقط یک ساعت. ناله های جانسوز او رمق و حیات میداد در اون مجموعه که در اونجا بودن. عبادت ها مخفیانه و آرام و بی سر صدا باشه، دل ها را بیشتر جذب میکنه، رابطه را بیشتر محکم میکنه. صدقات تأکید شده تا میتوانین آرام و مخفیانه پرداخت کنین. دست راست بدهد دست چپ اطلاع پیدا نکنه، آبروی فقیر را در نظر بگیری. متاسفانه گاهی بعضا کمکی میکنه به یک فقیر، ولی
با آبروی اون فقیر بازی میکنه، عزت اون فقیر رو در نظر نمیگیره. ولی تأکید مبانی دینی ما اینه تا میتوانین اعمالتان را دور از چشم اغیار، دور از چشم انسانهای یاوه انجام بدهین و آرام و بی سر صدا باشین. تا جایی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی روایت را مطرح میکنه از زبان دورربار آقا امام باقر علیه السلام، آقا امام باقر علیه السلام میفرمایه وقت بنده خدای عملی مخفیانه و دور از چشم مردم در حال استتار انجام میدهد، خداوند عزوجل برای 70 برابر اون عمل را اگر در ملأ عام انجام میداد برایش ثواب میده. یعنی ثوابی که انسان عملی متدینانه را مخفیانه انجام میدهد، به فقیر کمک میکند، تحییت میفرستد، آبروی مسلمان را میخرد، در ملأ عام اعلان نکنه 70 برابر ثواب داره، که اگر این کار را در ملأ عام انجام بدهد 1 برابر ثواب داره. اگر این کار را در ملأ عام انجام نداد، مخفیانه انجام داد، خدای عزوجل میفرماید ملائکه من ثواب اعمال مخفیانه را بنویسین در عملش. اما این آقا آمد در جای این قضیه را فاش کرد، بلی من بودم فلان شب در فلان مسجد دعای کمیل و تنهایی خواندم، هیچ کسی هم نیامده بود. خطاب میرسم ملائکه من ثواب اعمال مخفیانه را خط بزنین، خط بطلان رویش بکشین، ثواب عمل ظاهری را برو بنویسین. یعنی یک ثواب، یک حرف گفتن 70 درجه پایین میاره این عمل را، سقوط میکنه. اگر بار دوم مطرح کرد، خطاب میرسد ملائکه من خط بزنین بنویسین این عمل ریاکارانه انجام گرفته است. ولا تبطل صدقاتكم بالمن والاذا، قرآن میگه عمل را، صدقه را، کار خیر را که انجام دادین بدون منت به فقرا، بدون اذیت مؤمنین انجام بدهین. با این همه تأکید که درباره اعمال شده از که مخفیانه انجام بدهد انسان، ولی گاهی در بعض موارد بعض از عبادات تأکید شده تا می توانین به نوع انجام بدهین که در ملأ عام و دید عام باشه. مثلا مسئله حج را قرآن وقت مطرح میکنه با تمام جزئیاتش در سوره مبارکه حج بیان میکنه و میفرماید باید همه دور خانه خدا در انظار جهانیان با یک صدا و یک شعار فریاد بزنین لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. و من یعظم شعائر الله، هر کسی تعظیم بکند شعائر الهی را، نشانه است، علائم هست، نشانه تدین و نشانه یک فرهنگ است شعائر. هر کس شعائر الهی را برپا کند، این برپای شعائر الله از تقوای قلب است. انسان متقی است که شعار دین و مکتب و مذهبش را اعلام می کند. یک دو تا نمونه عرض کنم. در فرهنگ اسلام یکی از شعائر صلوات بر پیامبر و آل پیامبر است. وجود نازنین رسول الله میفرماید ارفعوا اصواتکم، مردم زمانی که اسم مرا میشنوین برای من درود میفرستین، ارفعوا فعل امر است، عزیزان اساتید حضور دارن، فعل امر دلالت بر وجوب میکنه،
صدایتون رو بلند کنین در وقتی که برای من پیامبر صلوات و درود میفرستین. پس این شعاره، این رو نمیگه مخفیانه انجام بدهین. در روایت دیگری داریم، اگر کسی نام وجود نازنین رسول الله را بشنود و صلوات و تحییت بر پیامبر نفرستد، یا اگر بفرستد به صورت ناقص بفرستد، ظلم کرده. در بعض روایت تعبیری این آمده که این آقا سارق دزده. بعض شاعر باید در ملای عام به قدر قدرت باید چنان گسترده و وسیع شود. چرا؟ چون این دین دین جهانی است، دین فردی تنها نیست، دین اجتماعی است. یک اجتماع متدین علامت و نشانه می طلبد، یک اجتماع بزرگ جهانی یک شعار باید داشته باشد تا وقت مردم با اونها روبرو می شود بفهمد اینا چه کارند. یکی از شعائر الهی، یکی از شعائر که خیلی باید روی اون دقت کنیم، انتخاب نام نیک برای فرزندان ما هست. تا در یک منطقه وارد می شوی، در یک کشور غیر اسلامی، تا از طرف سوال می کنید اسم چیه، میگه نام من حسن است، حسین است، خود به خود این اعلام می کنه که من وابسته به یک مکتبم. در روایات خیلی تأکید شده پدران در وقت نامگذاری برای فرزندانشون دقت کنن، مادران دقت کنن. حتی در روایت داریم روز قیامت بعضی ها چون نام نیک ندارن، پدر و مادرش نام درست نگذاشتن، اونا خجالت میکشن از اون اسم. متاسفانه بعضی وقتا غفلت میکنیم. اسم گذاری خیلی مهمه. پسر چند تا حق مسلم به گردن والدین داره. اولش اسم گذاریه. اسم نیکو برای پسرت انتخاب کنی. مروان ابن حکم در کوچه های مدینه بود، چشمش افتاد به امام سجاد علیه السلام، فرمود پسر حسین اسم چیه؟ حضرت فرمود اسم من علیه. فرمود مگر علی در کربلا به شهادت نرسید؟ حالا تعبیر اون این شاید این گونه نبود. فرمود چرا؟ برادرم علی را ناجوان مردانه به شهادت رساندن، اون علی اکبر بود، من علی اوسطم، ظالم ها برادر کوچکم را علی اصغر را هم به شهادت رساندن. امام حسین فرمود اگر خدا به من 100 تا پسر میداد، همه را نامش علی میگذاشتم، همونطور که 3 تا پسرش علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر نامگذاری میکنه. همون گونه که دخترانش را فاطمه صغرا، فاطمه کبرا. آقایون این حفظ اسماء نورانی از شعائر الهی است. گاهی بی تفاوتی صورت میگیره، نام را میگذارن که نام شایسته یک ملت غیور و یک ملت مبارز و یک ملت عزیز نیست. زیاد معطل نکنم. یکی از شعائر بر پایه مجالس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. امام صادق گاهن به اطرافیانش دستور میداد جلسه برپا کنیم، خودش می آمد در جلسه می نشست، برای جد غریبش و مادر غریبش عشق می ریخت. حضرت سوال کرد فلانی، شما شیعان ما اتجلسونه و تو حدثونه، آیا می نشین کنار هم دیگر، دور هم دیگر جمع می شین، حدیث می کنین، از ما یاد می کنین یا نه؟ طرف فرمود بلا یبن رسول الله، جان من به فدای شما باد، بلی ما هر وقت فرصت پیدا کنیم دور هم جمع میشیم، فضائل شما خانواده را، عزت شما خانواده را بیان میکنیم. حضرت فرمود اینی احب، و من این گونه جلسات را دوست دارم. آقایون جلسه را وقتی امام صادق دوست دارد، در و پنجره را دوست نداره.
این فرش را دوست نداره. امام صادق توی جوان و تو پیرمرد، تو خواهر و برادر را دوست داره که بیایی دور هم بنشینی و عزت اهل بیت، حب اهل بیت، معرفت اهل بیت را به هم دیگر گوشزد کنی. راوی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود فلانی شنیدم شبه های جمعه جمع میشوین برای جد غریبم امام حسین گریه میکنین، عشق میریزین و امر ما را احیا میکنین. عرضه داشتم بلای ابن رسول الله، خدا این نعمت را به ما مرحمت کرده است. فرمودیم شب منم میایم. میگه از خوشحالی به پستم نگنجیدم، خانه من حقیر کجا و امام صادق. میگه روزخان روزه میخوان و چشم من به در بود، امام صادق نیامد. جلسه تمام شد، امام صادق نیامد. تعجب کردم خدای چرا امام صادق نیامد. فردا رفتم محضر آقا، اولین حرفم این بود آقا دیشب خیلی معطلمون کردی نیامدی، شما اهل دلین دیگه. اون شاش شیعه امام صادق یک سب وعده امام صادق وعده داده نیامده، شب تا صبح بیتابه. ما چرا بیتاب نیستیم؟ فرزندان شهدا، مردم غیور، چندین سال است، چندین هزار صد سال است چشم ما براست بچه فاطمه نیامده. بیتابی نمی کنیم، گلایه نمی کنیم آقا چرا نمی آیی؟ فردا میگه رفتم محضر آقا، عرضه داشتم یا ابن رسول الله نیامدی، منتظر بودم. حضرت فرمود چرا آمدم آقا، ندیدم شما را. فرمود داخل جلسه نشدم، بیرون جلسه در کف شکن نشستم. آقا چرا؟ فرمود نگاه کردم به جلسه، مادرم زهرا تشریف آورده بود. به احترام مادر نیامدم داخل. امام صادق فرمود دوست دارم این جلسات را، این اشکها تا نام زهرا شنیده میشه، صداها بلند میشه، خیال میکنی این گونه مجانی دادن؟ اینی احبو، من دوست دارم این جلسات را، به این قلبها نگاه میکنن. برادران تقدیر میکنم شما مردم عزیز و شریف، ایام فاطمیه هر دو دهره بسیار اونگونه که شایسته بود انجام دادی. مردم ما در فقر مطلق به سر میبرند، ولی به حمد الله جلسات زهرا رو خوب احترام کردن، شب نگفتن، روز نگفتن. هر جا یک پرچم بلند شد السلام علیک یا صدیقت طاهره، دیدیم زن و مرد جمع شدن ناله زدن. گاهی گفتن یا ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، تو نتانستی برای مادرت گریه کنی و شبی دفنش، ولی ما آمدیم امروز در جلسات گریه کنیم. پس شعائر الله وظیفه است، باید برملا شود و مردم باید به احترام کنه. قرآن میفرماید و من یعظم شعائر الله، هر کس شعائر الهی را تعظیم کنه، این نشانه تقوای قلبی است. خداوند عز و جل انشاءالله در سر سفره پرکرامت زهرا و بچه هایش، پدران و مادران این جمع، اونانی که با تربیت سالمش، با نامگذاری سالمش، شما را و من عاجز را و همه عزیزانی که پیرو این خطن تربیت کردن تا نام زهرا را میشنویم، ناله ها بلند میشه. مرحوم آیت الله العظمای امینی صاحب کتاب الغدیر، رفقاش نقل میکنم، میگه شنیدیم مریض، خیلیم حالش خوب نیست. دو سه نفر جمع شدیم دوستان بریم عیادتش، خانمش در مسیر را گفت حالش خوب نیست، تا میتوانین زود مرخص شوین. گفتیم چشم. وقت آمدیم یک حدیث را درباره حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، در این مورد سوال کردیم، گفتیم آقای درباره حضرت بیبی نقل شده درسته یا نه؟ در حالی که به شدت رنج می برد، دیدم آهسته پاهایش رو جمع کرد، گفت زیر بغل مرا بگیری بلند شوم بنشینم. گفتم آقا تو ناراحت مریضی؟ گفت اشکال نداره، من خجالت میکشم نام بیبی برده شوم، من دراز کشیده باشم. اینا بودن شعائر را احیا کردن.
اینا بودن مردم را زنده کردن، اینا بودن مکاتب مکتب اهل بیت را معرفی کردن به دنیا با خون دل خوردن، با پاکی و طهارت و با نجابت و عظمت دینیشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على ابن عمه و وصیه سید الوصیین و امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران، خواهران، سروران عزیز، ابتداءً خودم را از باب استحقاق و نیاز و ضرورت و شما خوبان و صالحان را از باب تذکر، توصیه و تقوای الهی می کنم. ابتداءً فرارسیدن سال روز رحلت فاطمه کلابیه ام البنین علیها السلام را محضر فرزندان بزرگوارش و محضر شما دلباختگان به این بیبی تسلیت عرض میکنم. قرآن کریم یک فرمولی کلی عنایت میکنه، میفرماید کلمه طیبه تشبیه شده است به شجره طیبه. خیلی تشبیه جالبی است. میگه اگر میخواهین بفهمین چه کسی موفق است، ببینین ثمره زندگیش چیست، چند سال عمر کرده، نتیجه زندگیش چه بوده. مرحوم شهید اول علی الله مقامه 7 روز آخر عمرش را در زندان، ثمره 7 روز عمرش می شود کتاب لمعت دمشقیه، کتابی که در حوزات علمیه تا هنوز جایش را نتوانسته هیچ متنی کامل کنه و پر کنه. 7 روز عمر شهید اول می شود لمعه، ولی بعضی ها 70 سال عمرش می شود آخرش یک ساختمان 3 منزله. نگاه کن ثمره زندگیش چیه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. میگه نمیبینی خداوند مثال زده است اعتقاد راسخ را، باور کامل را، فکر و اندیشه سالم را به درختی که پاکیزه است و این درخت
ریشه های محکم در زمین دارد و فضای هستی را شاخه های او پر کرده است. زمین با وجود از او نیرو میگیرد و آسمان و بشریت اکسیژن لازم را مایه حیاتش را از این اشجار میگیره. اگر بخواهد بشر زندگی سالم داشته باشه باید اکسیژن لازم و پاک و پاکیزه را از این اشجار بگیر. تولید میکنه اینا. ثمره زندگی حضرت ام البنین کیست؟ ابوالفضل العباس. السلام علیک یا عبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین صلوات الله علیهم اجمعین. به سلام نامه حضرت عباسین را میخوانیم دیگه. این خانوم وارد حجره امیر المؤمنین شد. عباس تازه یک کودکی چند ماه است در قنداق. ام البنین خیلی خانم بلند مرتبه است، همراز علی شدن، هم فکر علی شدن، کسی که در تحت شعاع نور عدالت پرور علی میتواند زندگی کند، هیچ کم نمیاره. این شایستگی رو داره. خدا به او ثمره مثل عباس بدهد. دید امیرالمؤمنین به دسته های بچه نگاه میکنه، این دسته ها را میبوسه، اشک های علی جاریه، محرم اسرار علی ام البنین. آمد کنار امیرالمؤمنین، مؤدبانه نشست. مولای من دسته های این بچه نقص داره. یکی از اسرار ده که امیرالمؤمنین فرمود همینجا بود، فرمود نه ام البنین، این دسته ها خیلی پربرکت، این دسته ها خیلی عظیمه، این دسته ها در رکاب حسین فی سبیل الله در سرزمین کربلا از بدن جدا می شود. فاطمه اشکهایش جاری می شود، اما دست به سمت آسمان بلند می کند، الحمدلله رب العالمین. مگر حد داره؟ فرمود این که در رکاب حسین فی سبیل الله این دسته ها قطع می شود، الحمدلله رب العالمین. شب اول آمد به عنوان عروس خانه امیر المؤمنین، دم در رسید، اون عرضه داشت مولای من اجازه بیدی دختر بزرگ خانه به من اجازه ورود بده. کیه دختر بزرگ این خانه؟ زینب کبرا. زینب که از خودش خردساله، تا زینب اجازه ندهد وارد خانه نمی شود. زینب آمد، مادری حرفها چیه؟ بیا داخل خانه. وقت اونجا رفت فرزندان امیرالمؤمنین را جمع کرد، فرمود میوه های دل من نیامدم جای مادرتون رو بگیرم، من فقط آمدم کنیزه کنم، مرا به عنوان کنیزیتون قبول دارید؟ وقت عباس بزرگ میشه، یک روز کنارش مینشانه، میوه دلم عباسم. درسته که پدرت علیه، ولی مادرت زهرا نیست، ها مواظب باشی خودت رو برادر حسین ندانی، اون مولای توئه، او آقای توئه، تو غلام اویی، من کنیز زهرایم. فلهذا عباس یاد گرفته همیشه صدا میزنه سیدی و مولای، جانم به فدایت عباس، با این چنین مادری سیدی و مولای. ای فاطمه است. قافله کاروان کربلا برگشت. البته این نقطه خیلی مهمه، وقتی کاروان از مدینه میخواست حرکت کنه به سمت کربلا، خیلی از زنان مؤمنه و دلسوز آمدن به امام حسین گفتن آقا جان نروی، سفر خیلی خطرناکه. ولی هیچ جای تاریخ ننوشته که این خانم گفته باشه آقای من نرو. وقتی کاروان آماده ی حرکت شد، آمد نگاهی کرد به حسین، گویا فهمیده که آخرین دیدارش است، صدا زد مولای من
وقتی به مادرت زهرا رسیدی سلام مرم برسانی. یعنی فهمیده یک کاروان دیگه بر نمیگرده، اسرارش را علی به او آموخته است. صدا زد عباس من با یک کاروان میروی، با حسین میروی، ولی خوش داری بی حسین بر نگردی. خانم بابول حوائج شده بی دلیل نیست. شیعه چند تا همه اهل بیت بابول حوائج، ولی چند نفر مشهور به بابول حوائج شده. یکیش این خانم عباس من وقتی میروی با حسین میروی، با یک کاروان میروی، خوش داری بی حسین بر نگردی ها. زینب از مدین از کربلا برگشت، تماش ملاقات این دو خانم خیلی تماشاییه. زینب کارواندار قافله کربلا، ام البنین پرچمدار مدینه. یه هر دو با هم وقت ملاقات کردن، ام البنین یک نگاهی به زینب انداخت، بعد از احوال پرسی صدا زد زینب خیلی پیر شدی ها، این سوانت سفید شده، قدت خمیده. فرمود مادر مصیبت ها، گرفتاری ها. جمله دومی که سوال کرد زینب، آیا عباسم در کربلا وفا کرد؟ دیگه زینب تاب نیاورد، صداقت مادر نبودی کربلا میبینی عباس چه کاری کرد؟ تشنه داخل آب رفت و بالن تشنه برگشت. مادر سپر عباس را بیرون آورد، به عنوان تحفه داد دست مادر. مادر غش کرد، به زمین افتاد. وقت سر بلند کرد، آب به صورتش زدن. فاطمه اولین نوحه خان امام حسین با زبان شعر، روزها می آمد کنار قبرستان بقیع، چهار تا صورت قبر درست می کرد. یک قبر عباسه، یک قبر عونه، یک قبر جعفره. کنار این قبرها می نشست، صدا می زد عباسه، شنیدن در کربلا با خون به سرت زدن. عباسم می دانم، یقین دارم اول دست رو بریدن. اگر تو دست در بدن می داشته، تو بچه علی بودی، چه کسی جرأت می کرد به سمت تو حمله کنه، به تو نزدیک شوه؟ بعد صدا می زد عباسم برای تو گریه نمی کنم، اونم برای تو گریه نمی کنم. پس برای که گریه می کنه مادر؟ گفت گریه می کنم برای سیدم مولای حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا و کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. با امی عشقهای جاری، با دل شکسته، دستهای گدایی امی بک یا الله، یا الله. بک یا الله، بک یا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعد الأجل الأكرم بدماء شهدائنا يا الله. همه حاجت ها را در نظر بگیر، بخصوص ظهور مولای من، مرهم دلهای بشریت و مظلومین عالم یا الله. الهی به وجود نازنین رسول الله صدیقه اطهر مولا امیر المؤمنین ما را ببخش و خدایا. اموات گذشتگان اساتید زبن حقوق ما،
کسانی که دست ما را گرفتن با مکتب اهل بیت آشنایی دادن همه را ببخش و بیامور. باران رحمتت را بر این مردم مستمن نازل بفرما. دشمنان قرآن، دشمنان توحید، دشمنان فرهنگ و باورهای ما اگر قابل هدایتن هدایت و الا ذلیل و رسوا بفرما. خدمتگزاران به فرهنگ قرآن در هر گوشه عالمم در هر رنگ و لباس هستم به لطف و کرمت حاجاتشان برآورده بفرما. به عزت و جلالت قسمت میدیم خدایا نسل ما را ذریه ما را از قرآن اهل بیت جدا مگردان. اله العالمین و به عزت و جلالت یک امنیت سرتاسری در همه بلاد اسلامی مرحمت بفرما. تا ما را نیامرزدی از این عالم مبر. به جلال و کرم و کبریاییت در نسل ما خدمتگزاران به دین و دیانت قرار بدی. ما را از دام و دانهای شیاطین حفظ فرما. مراجع اعظام به آبروی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین عمر پربرکتشان را طولانی بفرما. برای مغفرت اموات مؤمنین استجابت دعا بر خاتم انبیاء محمد صلوات الله.